من شبنم طلوعی هستم، کارگردان و بازیگر. بعد از اینکه در ایران دیگه بهم اجازه کار ندادن، در سال 83 از ایران خارج شدم و از اون موقع در فرانسه در پاریس کار و زندگی میکنم. خانم طلوعی، اینجا یک سری عکسه که خیلیاش مال دوروبر انقلابه. اگه بخواین یکی از این عکس‌ها رو انتخاب کنید که بگین داستان زندگی شما و تأثیری که انقلاب رو زندگی شما گذاشت، کدوم انتخاب میکنید؟ من به طور ویژه این عکسی که این وسط هست به خاطر اینکه این عکس درست در 23 بهمن 57 فردای روز انقلاب گرفته شده. پدر من اینجا 39 سالشه، سرهنگ دوی ارتش بود، هنوز نمیدونه که قرار چند روز دیگه اعلام بکنن که باید افسرها بیان اسلحه هاشون رو پس بدن و بعد به دلیل باهایی بودن قراره که چند ماه بعد بدونه که حقوقش برای ابد قطع میشه. مادر من اینجا هنوز نمیدونه که قراره واقعا از چندین ماه بعد، با اینکه معماری داخلی خونده ولی شروع کنه به خیاطی کردن برای سالیان سال برای مردم. و پدرم شروع کرد بعد از چند ماه میرفت گرامر انگلیسی درس میداد به بچه ها. با اینکه پدرتون جوان بودن ولی هیچ موقع نتونستن برگردن به ارتش و کار کنن. پدر من یکی از شاگردانش آقای صیاد شیرازی بودن، خیلی پدر منو دوست داشتن. عراق وقتی که به ایران حمله کرد، ایشون برای پدر من پیغام دادن که بیاد و حضورش حضور مغتنمی بود برای اینکه نقشه خوانی و در واقع تاکتیک جنگ. گفتن فقط تو باید بیای بگی من باهائی نیستم. پدرم گفت من با کمال میل میخوام خدمت بکنم ولی من باهائی هستم، منو اگه همینجوری که هستم میپذیرید خب دلم میخواد که یه کاری بکنم برای کشور. و گفتن که نمیشه. خب طبیعتاً روی من به عنوان بچه اینا خیلی تأثیر داشته دیگه، برای اینکه خانواده در فشار شدید مالی بود، در نگرانی همیشگی بود برای بیکاری، برای نگرانی برای موقعیت پدر من، برای شرایطی که زندگی میکردیم. اخراجای پی در پی از مدرسه به دلیل باهایی بودن. مادرم یه شب داشت آهسته به پدرم میگفت خدا کنه امشب هیچ کدوممون مریض نشیم، برای اینکه توی خونه فقط یه اسکناس 10 تومانی داریم. عکس دیگه هستش که بخواین یک داستان دیگه بگین که باز از تاثیرات انقلاب و پیامدهای پس از اون باشه؟ یه عکس اینجا هست، ببینید، این منم و این پسرخاله منه. تمام خانواده مادری من مسلمانن. پسرخاله من وقتی که دانشجو بود خودش تصمیم گرفت به عنوان داوطلب بره به جبهه و در شلمچه در عملیات کربلای 5 شهید شد و پیکرش رو درست چند روز قبل از تولد 20 سالگیش آوردن تحویل مادرش دادن. با توجه به پیش زمینه خانوادگی که شما داشتین و همین داستانهایی که برامون تعریف کردین، وارد حرفه بازیگری شدین، چرا؟ من در مرکز فیلمسازی درس خوندم. مدرک من رو نمیداد رئیس مرکز فیلمسازی و بعد به من یه وعده ملاقات داد. وقتی رفتم در دفتر ایشون، ایشون به من گفت من شنیدم که تو بهایی هستی، مدرکت رو بهت میدم، امضا میکنم، ولی تو هرگز در این مملکت نمیتونی فیلم بسازی، چون من درس فیلمسازی خونده بودم. و این اتفاق باعث شد که من بیام و وارد بازیگری بشم. خب از تئاتر شروع کردم و بعد بهم در سینما و تلویزیون پیشنهاد کار شد. من 10 سال به طور حرفه‌ای کار کردم، 5 بار جایزه گرفتم در تئاتر، تا اینکه در سریالی به نام بدون شهر بازی میکردم. سریال پر مخاطبی بود، من تازه به اون مجموعه وارد شده بودم با دو بازیگر دیگه و حراست فرمی رو داد که من ببینن که واقعا باورم چی هست و طبیعتا من راست گفتم. و خب بعد از 2 سال واقعا گرفتاری و برو بیا و دردسر نپذیرفتند. متاسفانه کاری که عشقم بود، زندگیم بود، یعنی بی اغراق شبانه روز من در فضای مخصوصا تئاتر میگذشت، خونه من بود اونجا. مجبور شدم از همه چی خداحافظی بکنم و یه روزی بارمو ببندم یه شبی و سوار هواپیماشم بیام پاریس. یادم تمام هواپیما من گریه کردم تا رسیدم به فرانسه و بعد از یک دوره شدید افسردگی دوباره رو پای خودم وایستم و کاری که دوست داشتم و توی مملکت غریب شروع کنم، از ابتدا دوباره شروع کردم و انجام دادم.